دکتر ایاز نیازی از سوی استخبارات منطقه و جواسیس داخلیشان ترور شده است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای تازه پی ام جی نیوز خوش آمدید. دکتر محمد ایاز نیازی شام روز سه‌شنبه با یک نمازگزار دیگر هنگامی در مسجد وزیر محمد اکبرخان به شهادت رسید که نماز شام را امامت کرده بود. اکنون برخی از نهادهای مدنی میگویند که این حمله که منجر به شهادت دکتر ایاز نیازی شده از سوی استخبارات منطقه و جواسیس داخلیشان طراحی گردیده بود. آرزومند این ویدیو را تا پایان دنبال کرده و چینل ما را سابسکرایب کنید. ویدیو را لایک کرده و با دوستانتان شریک کنید. برای حمایت از ما لطفاً دیدگاه‌هایتان را شریک سازید. دکتر محمد ایاز نیازی، خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان و استاد دانشگاه کابل، شامگاه روز سه‌شنبه با یک نمازگزار دیگر در اثر ماین جابجا شده در داخل مسجد وزیر محمد اکبرخان جان باخت. اکنون شماری از نهادهای مدنی میگویند که این حمله از سوی استخبارات منطقه طراحی شده بود. دشمنان مردم افغانستان یک بار دیگر نقاب از چهره خیش برداشته و با خلق کردن چنین فاجعه بزرگ در مکان مقدس مسجد بار دیگر به اثبات رسانیدند که آنها اسلام را ابزار شخصی خود قرار داده و هیچ نوع پایبندی با آن ندارد. شما میرین چادری زن را میپوشین و میرین در اوج یک مین را جا با جا میکنین. این اصلا شهامت و مردانگی نیست. در کجای قرآن آمده، در کجای کتاب الهی آمده که شما در مسجد انفجار بتین؟ فعالان مدنی جان باختن دکتر محمد ایاز نیازی را ضایعه بزرگ و شهروندان افغانستان دانسته و از جنگجویان طالب میخواهند که خدمتگزاری به کشورهای منطقه با ویژه پاکستان را کنار بگذارند. بیرقشان از اسلام هست، نام از اسلام است، اما هدفشان بر ضد اسلام هست، هدفشان بر ضد انسانیت هست، بر ضد افغانیت هست. چطور به خود اجازه میتن که از آدرس دین مقدس اسلام بین ترورهای مسلسل انجام بتن و شخصیتهای بزرگی که در میان اجتماع جایگاهی به خصوص دارن به قتل برسانند؟ در همین حال رئیس مساجد شهر کابل شهادت ایاز نیازی را شهادت یک ملت می داند و تأکید دارد که این رویداد سبب بیداری بیشتر شهروندان افغانستان و همچنان عالمان دین می شود. شهادت دکتر ایاز نیازی باعث بیداری بیشتر علمای عزیز می شود. هر گروهی که را این جرم را و این جنایت را مرتکب شده باشد، ما مطمئن هستیم که اونا دست ساخته استخبارات مغرض در افغانستان هستند. نهادهای مدنی در حال طالبان را عامل شهادت محمد ایاز نیازی میپندارند که چند روز پیش نصرت رحیمی سخنگوی پیشین وزارت امور داخلی افغانستان گفته بود که دکتر ایاز نیازی در هنگام تصدی او هدف درجه یک پنداشته میشد و هیچ تردیدی وجود ندارد که دکتر ایاز نیازی از سوی این گروه ترور گردیده است. دکتر ایاز نیازی، استاد دانشگاه و خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان، سه روز پیش در اثر ماین جاسوسی شده در داخل مسجد به شهادت رسید. اکنون شهروندان و نهادهای مدنی خواهان شناسایی و به کیفر رسیدن عاملان این رویداد هستند. عمران خراسانی، پی ام جی، کابل.